رمزگشایی خزانه هایی که در قلعه های شاهی پدیدار میشن به همراه نمادهای کوچکی که برای این خزانه جاری شده. خب دوستان عزیز، در این قسمت که شما مشاهده میکنید یک سنگ تقریبا هرم تراش هست که حالت جهت رو داره مشخص میکنه دوستان عزیز، و چیدمان سنگ هایی که در قسمت نزدیکی کار شده. خب ببینید، همیشه ما گفتیم نشانهای کوچیک معمولا بارهای بزرگی هم دارن. اینکه این بارها در کجا پنهان شده، در این قسمت یک جوغان جهت دهنده در بدنه داریم دوستان عزیز، و روی صخره جهت و کاملا مسیر رو داده به قسمت سمت راست. خب اینجا یک نماد کوچیکی قرار داره، بعد یک سری کروکی بر روی سنگ حکاکی شده، اینجا داره اشاره میکنه به یک جایگاه تقریبا چند تا اتاقی حالا بر روی این صخره که مشخص میکنه، و جهت رو داره به قسمت سمت راست هدایت میکنه. این نشانه ها دقیقا حاکی بر اینه که یک جایگاه یا یک محل رمزگشایی شده و داخل اینها یک اموالی هست، یک چیز با ارزشی وجود داره. خب دقیقا جهت رو به قسمت سمت راست که اینجا یک تراشه داریم دوستان عزیز، دقیقا بر روی سنگ ریشه دار حالت جهت تقریبا قسمتی که تراش داده شده و گوشه داره. این قسمت گوشه اشاره باز به قسمت سمت چپ، و این جایگاه دوستان عزیز چون در قلعه های شاهی هستن، در مجاورت اینها بعضی موقع در داخل قلعه ها و بعضی موقع ها در کنار قلعه ها، حالا در مجاورتش یک جایگاهی رو انتخاب میکردن برای چیزهای با ارزش، اموال با ارزش. خب باز در قسمت بالا یک جوغن کوچکی موجود هست که متراژ دقیقا ورودی رو داره اعلام میکنه. این جایگاه دوستان کاملا مشخصه که یه سنگ بزرگ کاملا قسمت تراشه اون مشخص هست و عمق هلوش 3 الی 4 متری باید کندکاری بشه تا این درب کاملا پدیدار بشه. حالا یکم به سمت پایین، چند پله‌ای به سمت پایین راه داره. خب دوستان عزیز، نشانه های کوچیک، رمزگشایی که باید انجام بشه، دقیقا نماد بزرگ در بین نمادهای کوچیک پدیدار میشه. اولا که شما دیدید از سنگ هرم تراش تا به چیدمان چند تا سنگ دیگه که داره جهت میده، متراژ میده، مسیر میده. خب اینها بزرگ هستند تا به نشانه کوچیک که قسمت جوغن و کروکی بر روی صخره بود دوستان عزیز، و دوباره جهت رو داد به قسمت سمت راست به این تراشه‌ای که به حالت تقریبا مثلث شکل زاویه داده به قسمت درب اشاره میکنه، و باز از جوغن کوچیک مانند در سقف استفاده شده به عنوان متراژ خود ورودی. اینها دقیقا رمزگشاییش به این حالت و به این شکل هست دوستان عزیز. البته این مکانها و این جایگاه هایی که در مناطق شاهی هستند خیلی خیلی کم پیش میاد که به همین جور یا به همین حالت پلوم باقی بمونه. ببینید قسمت گوشه اون به حالت هواکش و قسمتی که شما باید کار بکنید، دقیقا باید سنگ ورودی رو در عمق 3 الی 4 متری کاملا این رو پیدا بکنید تا بتونید این رو جابجا بکنید. البته کار سنگینی است دوستان عزیز، کارهای سنگین به همراه نشانه های کوچیک. خب در قسمت بالا قلعه شاهی موجود هست دوستان، اینها یا داخل قلعه هستند یا در مجاورت قلعه ها که می اومدن این جایگاه رو کاملا رمزگشایی میکردن و مشخص میکردن برای اموالشون. در این قسمت که رگ دیواره قلعه هست دوستان عزیز، اینها دقیقاً
با ارزش و سند ملیت هستند دوستان عزیز. خب ممنون و سپاسگزارم، حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت برام بذارید و تشکر فراوان.